پارلمان اروپا بسته تحویل سیاست مهاجرتی را تصویب کرد که بر اساس آن تدابیر قوانین عبور از مرزها و ورود به کشورها سختگیرانه‌تر می شود و 27 عضو اتحادیه اروپا مسئولیت‌های مهاجرتی را به اشتراک می گذارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ببینیم. بعد از یک دهه تدارک بسته جدید و جدال بر سر مفاد آن، سرانجام فراکسیون‌های میانه‌روی پارلمان اروپا روز چهارشنبه 22 فروردین با غلبه بر جناح‌های راست و چپ افراطی توانستند بسته جدید مهاجرتی را به تصویب برسانند. این مصوبه برای اجرایی شدن باید تایید همه 27 عضو اتحادیه اروپا را به دست آورد و رأی‌گیری در این زمینه احتمالاً اواخر ماه جاری میلادی انجام خواهد شد. در خارج از ساختمان پارلمان اروپایی در بروکسل، ده‌ها تظاهرکننده به رأی قانونگذاران اروپایی اعتراض کردند. این بسته همچنین انتقاد بیش از 160 سازمان خیریه مهاجر و سازمان‌های غیردولتی را برانگیخته و آن را خیانت به ارزش‌های اتحادیه اروپا عنوان کردند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم پارلمان اروپا را شرم‌آور توصیف کرد و گفت اروپا می‌داند این کار باعث رنج بزرگتر بشری خواهد شد. فدراسیون صلیب سرخ جهانی نیز درباره تبعات این مصوبه و وضعیت پناهجویان هشدار داد. بر اساس این بسته اصلاحاتی، مراکز مرزی جدید مهاجران غیرقانونی را تا زمانی که درخواست پناهندگی آنها بررسی می شود نگه می دارد و اخراج افرادی را که غیر قابل قبول تلقی می شوند سرعت می بخشد. همچنین کشورهای اتحادیه اروپا باید هزاران پناهجو را از کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا و یونان بپذیرند. از طرف دیگر، آنها می توانند منابع مالی یا سایر کمک‌ها را در اختیار کشورهای تحت فشار قرار دهند. یک اقدام بحث برانگیز در بسته جدید، اعزام پناهجویان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است که امن تلقی می شوند. پیشتر اقدام بریتانیا برای اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا انتقادات گسترده‌ای در پی داشت و در داخل و خارج از این کشور اقدامات حقوقی برای جلوگیری از اجرای آن انجام شده است. آبان ماه گذشته نیز میان دولت‌های ایتالیا و آلبانی توافقی امضا شد که بر اساس آن ایتالیا دو اردوگاه اسکان پناهجویان در دریای آدریاتیک در محدوده قلمروی آلبانی تأسیس می‌کند. اواخر آذر ماه پارسال هم دولت‌های اروپایی با بازنگری در سیاست‌های پناهندگی خود مقرر کردند برای کنترل بیشتر پدیده مهاجرت غیرقانونی تعداد مراکز بازداشت در مرز را بیشتر کرده و پناهندگان رد شده را سریع‌تر از مرزهای خود اخراج کنند. این تصمیم بلافاصله با انتقاد سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگی روبرو شد و آنها این تغییرات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خطرناک و ظالمانه توصیف کردند. گفتگو میکنم با عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا. سلام میکنم به شما آقای اسماعیلی. چرا علارغم مخالفت سازمان عفو بین الملل و 160 سازمان خیریه مهاجر و سازمان غیر دولتی باز همین قانون تصویب شد؟ سلام خدمت شما و بینندگان شما. ببینید در این اواخر چند تا موضوع هم پیش آمد. اول موضوع کرونا بود که متاسفانه اقتصاد خیلی از کشور از جمله اروپا را ضربه زد و بعد از آن جنگ اوکراین و همچنان بحران‌های دیگه‌ای که در دنیا با وجود آمد. موضوعی که خیلی این موضوع جدی و حاد کرد این بود که احزاب پوپولیست یا راستگرای افراطی در اکثر کشورهای اروپایی به قدرت رسیدند، مانند ایتالیا و بعضی از کشورهای دیگر. و اینها وعده‌شان به مردم همین بودند که بتوانند جلوی مهاجرت‌های غیرقانونی را بگیرند و از هجوم سیلاسای مهاجرین جلوگیری کنند. از این رو بودند که اینا تلاش کردند تا این مصوبه را بالاخره اینا به پارلمان بکشند و بعد از جدال‌های خیلی زیاد را تصویب بکنند.
بله، به نظر شما در آینده این قانون تصویب خواهد شد یا شکل سختگیرانه تر و یا آسانتری به خود خواهد گرفت؟ خب همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، تمام سازمان های حقوق بشری، مخصوصا سازمان هایی که برای مهاجرین فعالیت میکنن و حمایت میکنن از حقوق مهاجرین، اینها سر در سرتاسر اروپا فعال شدن و فعال بودن و اینا کوشش میکنن که جلوی تصویب این قانون در شورای اروپا و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بگیرن. اما اینکه آیا اینجا چقدر میتونن موفق شوند یا نشوند جای سوال است و باید منتظر بمانیم. اما از آن جایی که فعلا افکار عمومی و تعداد زیادی از کشورها، مخصوصا دولت‌هایی که فعلا سرقدرت هستند، اعضای سرقدرت هستند در خیلی از کشورها مانند ایتالیا، اینها در پی این هستند که این قانون به تصویب برسد و بتونن این موضوع عملی بسازند. چون واقعا کشورهای مانند ایتالیا و یونان که در خط مقدم مهاجرت قرار دارند، اینا خیلی تحت فشار فزاینده قرار دارند و مردمشان هم قرار دارند از دولت‌هایشان در این قسمت کار جدی انجام دهند. و خیلی از کشورهای اروپایی دیگر که کمی تر هستند از خط مقدم، اینها متاسفانه مهاجرت نمی‌پذیرند و تمام بار افتاده بر دوش کشورهای مانند ایتالیا و یونان و اینا به خاطر اینکه بتونن این بار از سر دوششان بردارن و اعضای کشورهای ایتالیا شریک بسازن و بتونن یک مقدار از این بار کاهش پیدا بکنن از دیر این بار، اینا تلاش دارن که این قانون رو به تصویب برسن. بله، متشکرم از شما. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا.